قرآن زیاد بخونیم، نه یه بار بشینیم مثلا 2 ساعت قرآن بخونیم بعد بلندشیم بریم تو زندگیمون. فرمودن روزی 14 مرتبه قرآن بخونیم. 5 دقیقه الان بخون، 5 دقیقه بعدم بخون، 3 دقیقه بگو، 4 دقیقه بعدم بخون. چقدر دقیقم هست این کار. قرآن متنش به گونه ایه که یه فرصتی به ما داده که به ما نگاه میده. قرآن متنش یه جوریه که نگاه ما رو تنظیم میکنه، فرق میکنه با خبر رسانی صرف. هازا بصائر للناس، بصیرت میده به آدم. بصیرت یعنی چی؟ یعنی نگاه درست. فمن ابصر فل نفسه، هر کی بینا بشه به نفع خودشه. ببین بینا بشی همه جا به دردت میخوره، فقط موقع دینداری که نیستش، که تو کل زندگی. میفرماد امیرالمومنین علی علیه السلام، نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت منهم فی الرخاء. حالتشون در بلا این وقتیه که حالتشون در آسایشه. چرا؟ توجیه هم دیگه درست میبینه دیگه. خب بلا این که بلا و بلاه و بله، خب ما داریم الان ورزش میکنیم، ضربان قلبمون باید بره بالا. میگن ماهی یه بار، حداقل هفته یه بار ضربان باید به 180 برسه، ضربانی که 60-70ه. الان این بلاست، انما العسر یسرا. باور داره اینا را، درست میبینه. آقا حالتش در بلا مانند حالتش در رخاه. یه نفر رفته بود پیش امام صادق علیه السلام، گوه آقا مریض شدم، نگاه کن دستاش چرک و خون میزد بیرون. گوه آقا دعام کن. آقا فرمود باشه دعا میکنم. یه چیزی بگم. گوه بگو آقا جون. آقا فرمود که اگه خدا دوست داشته باشه این برای تو باشه، نظرت چیه؟ گوه واقعا خدا دوست داره؟ خب باشه، الهی فدای امام صادق بشم. تصرف کرد، نگاهش تغییر داد. بعد رفت اونجا، رفته بود بیرون به هر کی، ببین این مریضی رو خدا بهم داده، خوشگله نی؟ خدا بهم داده. بعدم از دنیا رفت با رضایت، با شادی نگاهش رو عوض کرد. ما چقدر محتاج نگاهیم، اصلاح نگاه. ما چقدر محتاج نگاهی، اصلاح نگاه.